همیشه قرار نیست کنسرت‌ها هیجان داشته باشن. بعضی از کنسرت‌ها هستن که علاوه بر هیجان یه آرامش خاصی داره. امروز یکی از اون کنسرت‌ها و از کم نظیرترین کنسرت‌ها اومدیم، کنسرت شهرام شکوهی نازنین. یه گفتگوی خاص و ویژه هم با خودش و بچه‌های تیمش داریم. همراه ما باشید و لذت ببرید. بازم شب و بارون شما نه تفتی نظرتون در مورد کنسرت آقای شهرام شکوهی قبلا اومدین یا بار اولتون و توضیحات لازم؟ والا جز خواننده های خوبه دیگه، خواننده خوب کارشو باید دید شنید و لذت برد. شهرام هم جز اون انگشت شماراییه که حمایت کردن ازش، رفاقت کردن باهاش و شنیدن صداش اتفاق خوبیه، حداقل برای من که دوستش دارم، هم از نزدیک به عنوان دوست صمیمی، به عنوان همکار، به عنوان هنرمند، هم که به عنوان یک فرد معمولی خودم میذارم جای آدمی که این صدا رو میشنوه و لذتش رو میبره. آرزوی موفقیت میکنم و فکر میکنم که بودنم اینجا کمترین تأثیرش این باشه که برای صدای شهرام و وجود شهرام شبیه حمایت باشه. امیرحسین کاشانی عزیز، خسته نباشید، بهت میگم ماشاءالله از اول با شهرام بودی، میخوام اینم با شهرام میمونی یا خواهی ماند و توضیحات لازم؟ بله، تا آخر کار من با شهرامم. راضی هستی از کار کردم باهاش؟ بله، 100%، چون ایدامون مثل همه، من قسمت فلامینکو کارو گرفتم، شهرامم که قسمت خوانندگی، قسمت بخش سنتیش، تنظیمای کار فلامینکو شهرام اصولا با منه. خب حالا من یه سوال خاصی بپرسم. آقا سبک آقای شهرام شکوهی برای ما مشخص بکنید. آقا پاپ سنتی، فلامینکو سنتی، پاپ فلامینکو و یا هر چیز نمیدونم. در صورت پاپه، ولی ما سعی میکنیم گوشه هایی از فلامینکو، لهجه فلامینکو اونم با قسمتی از بخش سنتی که تحریراش باشه تو کار وارد کنیم، ولی پایه و اساس کار همون پاپه. بله. و برنامه برای کسی دیگه هم دارین یا نه؟ فعلا فوکستون روی شهرام جان. نه، من فقط با شهرام کار میکنم. البته بودن خواننده مثل آقای بابک جمعمش که تک ترک باشون کار کردم، تنظیم کردم، ولی خب بخش عمده کار، اصلی کار با شهرام جان. کارتون درسته برای تون زمان فقط میکنم.
مدارا وارد بازار موسیقی ایران شدین. شما توضیحاتون در مورد اون زمان، اون سبک کار و حالا اون مسائلی که وجود داشت رو میخوام اگه امکان شد جلوی دوربین برای اولین بار بگین، ممنون میشم. جلوی دوربین برای اولین بار شاید، ولی خیلی قبلا گفتمش. والا چیز خاصی نبود، کار دلی بود دیگه. من یه مدلی برای خودم انتخاب کردیم، این کار کردیم دیگه. حالا اینکه مورد اقبال قرار گرفت دیگه از لطف خدا و مردم بود. جناب شکوهی، شما یه آکادمی هم چند وقت پیش حالا ترتیب داده بودین و برای جذب استعداد، یه توضیح هم در مورد اومدی ممنون میشه. والا من آکادمی تشکیل نداده بودم، اون آکادمی هم نیست، در اصل یه جور برنامه‌ای که دوست عزیزم آرش نصیری گذاشته و این برنامه به این صورتی که هر چند وقت یه بار، مثلا که هر ماه یک روزش رو اختصاص داده به پاپ، یه روزش هم اختصاص دادم به سنتی. بچه هایی که استعداد دارن تو این زمینه میان و میخونم. منم واقعیتش اینکه اصلا خودم تو مقام قضاوت، جایگاه قضاوت نمیدونم، ولی خب دیگه اونجا دیگه مجبوری خاطر دوستی که با آرش دارم اون برنامه رفتم. واقعیت چه، من نه کسی رو رد کردم نه کسی رو تایید کردم، مثلا این جایگاه نیست. دلیل اینکه شما دیر وارد این حرفه شدین چیه؟ یه توضیح کوتاه. تو میدونم شاید خیلی توضیحات زیاد داشته باشه، ولی کوتاه بگی ممنون میشه. واقعیتش اینه که همین دیرم یه ذره زوده، چون به نظر من توی حالا حداقل عرصه خوانندگی شما باید یه حدی برسید. حالا من البته میگم خودم هم خیلی چیز نیستم که حالا بخوام بگم من به اون حد رسیدم، ولی باید یه جایی باشه که کارتون حداقل اگر یه کاری میدید بیرون بتونید تداوم هم بهش بدید، یعنی اینجوری نباشه که فقط یه جرقه باشه. به خاطر این باید صبر کنید تا این اتفاق اینجوری بیفته. من سعی کردم این کارو بکنم. خیلی عالی. خب حالا یک رزومه از حالا کل فعالیتی که داشتین، من چند تا تک واژه میگم اگه امکانش هست در مورد اینها توضیحات رو بدیم ممنون میشم. در مورد کارتون، سال 71، کلاس آواز، سبک سنتی و حالا سرگرمی گرفتن کلاس ها، توضیحات لازم. والا خب موقع که ساز نمیشد خیلی، یعنی مثلا نه ساز بود که بخری، اصلا نه کلاسی بود که ساز رو بخوای بری توش یاد بگیری، این بود که ما رفتیم به سمت آواز چون راحت بود. بعد عرضم به حضورتون که چند سال بعدش که خب به هر حال یک مقدار ساز و این چیز یه ذره راحت تر شد و بازتر شد، از ساز اومد، سازهایی که مثلا میشد بری طرفش از قیمتی دیگه، ما رفتیم با عزتون این سازم خریدیم. تا من گیتار خودم یاد گرفتم، تا گیتارم یاد نگرفتم، همین دلنگ دلنگی که میکنیم. بعد دیگه واقعیتش از همون موقع سعی کردم که خودم تا جایی که میشه مثلا کار برای خودم بسازم، چون خیلی اعتقاد نداشتم مثلا موقع. واقعیتش هم اینکه اصلا هم حرفه‌ای به مسئله فکر نمی‌کردم که مثلا حالا، یعنی می‌دونید بعضی گلشون از اول اینه که مثلا بخواد بره خوانندش، هدفش از اول می‌چینه که مثلا برای خوانندگی، ولی واقعیت اینه من از اول به این نیت اصلا وارد موسیقی نشدم، من بیشتر برای دل خودم بود. حالا دیگه یه سری اتفاقات هست که همیشه شما رو مجبور می‌کنه مسیر زندگیتون عوض می‌کنه. برای ما افتاد و ما اینوری اون. عماد لاریجانی هستم، متولد آبان ماه 1368،
فکر میکنم که هلوش 8-9 سالی که به صورت حرفه‌ای رو استیج فعالیت میکنم و هلوش 3 سال هم هستش که در خدمت آقای شکوهی هم از روز اولی که کنسرتاشون شروع شد تا امروز. کنسرت امروز هم فکر کنم هلوش 35-6 سانس کنسرت های تهران باشه که فکر کنم آخرین کنسرت امسالمون تو تهران باشه. خب هلوش فکر میکنم 3 سال من رهبر ارکسترهای روزبه نعمت‌اللهی بودم، مدت در خدمت آقای مهدی یغمایی بودم و الان هم که در خدمت آقای شکوهی هم. جانم شکری، در مورد موسیقیتون و موسیقی روز میخوام صحبت کنم، آیا اینها به هم ارتباطی دارن یا نه؟ والا موسیقی اگه من میخواستم اون چیزی که فقط خودم دوست دارم به اصطلاح ارائه بدم، خب خیلی رپ پیدا نمیکرد. ولی واقعیتش اینه که من از همون تقریبا ابتدا، یعنی از همون آلبوم مداره، سعی کردم که فقط این باشه که مثلا سبک خودم باشه، مثلا کار کاملا خاص بکنم نکردم. این کارو کاری کردم که بشه قابل ارائه باشه برای همه، قابل شنیدن باشه برای همه طیفا. جدید و برنامه‌هایی که پیش رو دارین یا حتی برنامه‌های کنسرتتون هم امکانش هست توضیح بدین؟ والا کنسرت ها که توی این دو سال و چند ماهی که از آلبوم مدارم میگذره فکر کنم تا حالا دیگه حداقل 150-60,000 نفر از مردم کشورمون رو تو کنسرت ها دیدیم. تهران که این آخرین کنسرت همه تا قبل از آلبوم جدید، ایشالا بعد از آلبوم دیگه حالا اگر خدا خواست و بودیم و توفیقش بود باز در خدمت مردم هستیم. شهرستان ها رو اونجایی که نرفتیم و همچنان ادامه میدیم. بعد قبلا حالا ضبط شد بنام آی دنیا که تیتراژ پایانی برنامه مهمانی ویژه بود ولی پخش نشد. شما مشکلی داشتین با کسی؟ کسی با شما مشکل داشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ مهم نیست. بگذاریم. بسیار. و کنسرت امشبتون کلیه عشق یا مدارا یا ترکیبشون توضیح تلات؟ ترکیب از هر دو به همراه تکاهنگا. بسیار عالی. و حرف آخر با هواداره تی وی پلاسی شهرام شکوهی رو به دور بیم. مرسی، خیلی دوستشون داریم. ما کوچیکشونیم، هرچی هم داریم از این دوستان داریم. زنده باشیم.